ابراهیم خیلی خدا رو نمیشناخونه ابتدا، برای همین دو بار دروغ میگه برای حفظ خودش. همسرش میگه خواهرم هست. شدرک میشک عبدنقو یاران دانیال بودن. در کتاب دانیال باب 3 زمانی که نبوکدنصر مجسمه طلایی رو درست میکنه و دستور میده همه باید اون رو بپرستن، اینها چون یهوه خدای حقیقی رو میپرستیدن اون رو نپرستیدن. چرا نپرستیدن؟ چون ترسی در دلشون نبود، چون خدا رو میشناختن. میتونستن بگن حالا مصلحتی هم شده ما بگیم حالا یه تعظیم کنیم، ولی میگیم خدا داریم به تو تعظیم میکنیم. از این بازی ها هست دیگه، تو بعضی موقع ایمانداره مسیح این کارا میکنیم، میگیم بذار حداقل این مصلحتی باشه. اونا مصلحتی هم عمل نکردن، برای همین وقتی که اونها رو وارد کوره آتش کردن چه کسی رو ملاقات کرد؟ یه نفر بگه عیسی مسیح رو ملاقات کرد. هللویا. اگر این ایمان رو داری، تو بطن مشکلات و سختی هات که الان فکر میکنی بدترین شرایط ایجاد خواهد شد، مسیر رو ملاقات میکنی. تو اون بی پولی هات، تو اون تنهایی هات، تو اون جایی که یک فاجعه است، تو مسیر رو ملاقات میکنی. دانیال هم همین گونه بود. وقتی دانیال رو در چای شیران انداختن، کلام خدا نمیگه دانیال ترسید. دانیال با ایمان و اعتماد رفت جلو، با ایمان و اعتماد برو جلو. از این رو هستش که در کتاب یوشع باب 1:9 خداوند به یوشع میگه قوی باش و شجاع و نترس. یعنی من و شما سهمی داریم در این قسمت.